سلام و مرسی از اینکه اومدین برای فیلم. داستان یه دختریه که به تحریک پسر همسایه‌شون تصمیم میگیره بره مدرسه و شروع میکنه با مشکلاتی که سر راهش پیش میاد و در به در خودشو به این مدرسه و اون مدرسه میرسونه بدون اینکه بدون مدرسه رفتن هم قانونی داره و تمام فیلم داره سعی میکنه که به این شرایط که خشنه تن نده ولی در آخر شرایط اونو میکشونه به این خشونت و مجبور میشه که به این خشونت تن بده. در مورد اون چیزایی که رو صورتشون بود چند تا دلیل داشت که اونا رو گذاشتم. یکی از دلایل اصلیش این بود که از فرمش خیلی خوشم میومد. دلیل دومش این بود که و دلیل اصلی ترش تو کل فیلم داریم نشون میدیم که بچه ها از بزرگترها دارن کپی میکنن همه چیزو و این حتی این گذاشتن اینا کپی دارن میکنن از بزرگترشون، بزرگترشون اینو میذارن رو صورتشون برای اینکه این کاها تو چششون نره. ولی انقدر به این بچه ها خشونت یاد داده شده که از اینا که حتی برای خشونت نیست برای خشونت استفاده میکنن. داشتم تموم شد ولی اگه منظورشونه که یعنی چی که این جمله رو میگه به خاطر اینکه فکر کنم خیلی لحظات خیلی وقتها تو زندگیمون همه ما مجبور شدیم بمیریم برای اینکه ادامه بدیم به زندگی جسمن نه روحن. مثال میارم مثلا تو افغانستان دورانی که روسهای کمونیست رفتن یه شبه چجوری همه شدن ملا و طالبان. آیا میشه یه دفعه یه مملکت بشن مسلمون از کمونیستی؟ نه، مجبور شدن یک شبه فراموش کنن اونچه که بودن و اینجوری نشون بدن برای اینکه بتونن زنده بمونن. یا مثلا وقتی طالبان اومدن، طالبان رفتن و آمریکایی‌ها اومدن، همه مجبور شدن فراموش کنن همه طالبان رو نکشتش آمریکا، تقریبا نمیتونن یه مملکت رو بکشن فراموش کنن وگرنه در غیر این صورت کشته میشدن جسمن. پس مجبور شدن روحن بمیرن برای اینکه بتونن ادامه بدن به زندگی، همون اتفاقی که برای این دختر بچه افتاد. شخصیت رو توی فیلم ترکش میکنیم و دیگه نشونش نمیدیم، اون به خود تماشاچی بستگی داره که چجوری میخواد در موردش فکر کنه و چجوری اونو میسازه. در همینه که من تصور میکنم که با هر تماشاچی که هر فیلمی دیده میشه یک بار دیگه اون فیلم ساخته میشه، چون با یه دنیای دیگه اون فیلم داره دیده میشه. یعنی به اندازه تعداد آدمایی که تو این سالن الان نشستن این فیلم متفاوت دیده شده و ساخته شده براتون. اولا که بختای 5.5 سال لازم نبود آمادش کنم برای اینکه این خوشونت رو تحمل کنه، چون داره توی این خوشونت زندگی میکنه. من این خوشونتی که اتفاق میفته تو این کشور نشون دادم به شما، ولی چیزی نیستش که من ساختمش، این اتفاق داره میفته هر روز اونجا. این سوالی بود که هر لحظه موقعی که این فیلم رو میساختم از خودم میپرسیدم که این فیلم برای کوچیکاست یا بزرگاست. ولی وقتی الان فکر میکنم نه، برای هر دوشونه، به خاطر اینکه یه داره یه هشداری میده به بزرگترها که مواظب باشید چی کار میکنید، چون کوچیکا هر مدرسه واقعی کوچیکترها کپی کردن از زندگی واقعی بزرگتراست و اگه به خشونتی که هر روز اتفاق میفته و طی این سالها تو افغانستان اتفاق افتاده عادت کنن، آینده افغانستان به خطر میفته. به خاطر این یه هشداری بود به بزرگ، ولی برای کوچیکترها هم هست به خاطر اینکه شرایط افغانستان، شرایط بچه‌ها رو داره نشون میده تو اون کشور. تا همین چند سال پیش تمام اون غارها پر از آدم ها بود، ولی الان چند ساله که دارن خالیشون میکنن، این غار رو تخلیه میکنن برای اینکه به موزه تبدیل شه. ولی اون غاری که تو فیلم دیدید غاری بود که واقعا توش آدم زندگی میکرد. ببخشید من از فیلم
راحت بود. یعنی اول یه سناریوی ما داشتیم که یه سناریوی ساده خیلی بود شاعرانه داشت. اول اینو فیلم برداری کردیم، وقتی که مونتاژ کردیم فیلمو یه جورایی به نظرم قصه فیلم ناتموم اومد. به خاطر همین دوباره با مادرم که سناریست فیلم بود برگشتیم به شهر بامیان و دوباره سناریو رو از اول نوشتیم و دوباره کارهای دیگر رو دوباره از اول فیلم برداری مونتاژ. به خاطر همین حدود 3 فصل طول کشید کل کارهای این فیلم. خب اول سناریوی نوشته شده بود توسط مادرم که خیلی سناریو منو جذب کرد، چون داشت داستان و شرایط امروز افغانستان رو میگفت و چیزی بود که امروز افغانستان بهش نیاز داشت. خب من منو جذب کرد و من این سناریو رو از مامانم دزدیدم و اینو ساختم.